با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود و وقت بخیر دارم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم هر جایی هستین حالتون خوب باشه و خیلی ممنون و متشکرم که با نظرها و پیشنهادها و انتقادهای سازندتون سرخط همراهی میکنین. خب دوستان، ویدیوی امروز رو با یه خبر مهم که نه چند تا خبر مهم در عرصه دیپلماسی شروع میکنم. اولیش دعوت ایران از گروه پارلمانی مصر و اردن هست. ساعتی پیش رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی در مورد این موضوع اعلام کرد که در هفته گذشته دیداری با سفرای مصر و اردن داشته و از گروه پارلمانی این دو کشور هم دعوت کردند تا به تهران سفر کنند. رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی در ادامه گفت علارغم اینکه تعریف روابط ما با کشور مصر در سطح حافظ منافع است، هم اکنون دو طرف نمایندگان دیپلماتیک در سطح سفیر معرفی کردند و روابط خارجی با مصر به شکل مستقیم است. در همین حال از کیپ تاون هم خبر میرسه که امیر عبداللهیان با وزیر امور خارجه گابون دیدار و گفتگو کرده و به گفته رسانه ها روابط دو جانبه و موضوعات مورد علاقه در حوزه های بین المللی مورد گفتگو و تبادل قرار گرفته. وزیر امور خارجه کشور با اشاره به ظرفیت ها و دستاوردهای صنعتی، فنی، علمی و پزشکی جمهوری اسلامی ایران گفت ایران آماده است توانمندی های خود را در خدمت توسعه روابط و همکاری ها با کشورهای دوست از جمله گابون به کار گیرد. هرمان ایمونگو وزیر امور خارجه گابون ضمن ابراز خرسندی از این دیدار و ابراز علاقه کشورش برای توسعه روابط دو جانبه با ایران گفت خوشبختانه در چارچوب وجود 6 موافقت نامه دو جانبه زیرساخت حقوقی لازم برای توسعه روابط فیما بین وجود داره. اما موضوعی که این روزها در مورد روابط دیپلماسی ایران بیش از هر چیزی شده تیتر رسانه ها سفر وزیر خارجه عربستان به ایران هست. رأی الیوم در گزارش جدید در این مورد می نویسه که وزیر خارجه عربستان اوایل هفته پیش رو همراه با پیامی از پادشاه عربستان بن سلمان به تهران سفر می کند. رأی الیوم به نقل از منابع سیاسی لبنانی اضافه می کند که وزیر خارجه عربستان سعودی پیامی ویژه را از طرف ملک سلمان بن عبدالعزیز برای رئیس جمهور و رهبر ایران خواهد برد که به توسعه روابط دو کشور مربوط می شود. بن فرهان همچنان در این سفر با رئیس جمهور ایران و دیگر مقامات ایرانی دیدار و درباره توسعه روابط دو کشور گفتگو خواهد کرد. این در حالیه که روسیه هم واسه نهایی کردن سند همکاری جامع با ایران ابراز آمادگی کرده. وزیر امور خارجه روسیه در دیدار با امیر عبداللهیان بر آمادگی کشورش واسه استمرار گفتگوهای کارشناسان ارشد دو کشور به منظور بررسی و نهایی کردن سند همکاری‌های جامع بلند مدت تاکید کرد. دو طرف توافق کردند که تیم حقوقی دو کشور در این خصوص در آینده نزدیک با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. بریم در همین راستا این گزارش رو با هم دیگه ببینیم. محل برگزاری نشست دوستان بریکس، کشورهایی که می‌خواهند عضوی از این اتحاد اقتصادی متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی شود. نشست بریکس پلاس که در کیپ تاون آفریقای جنوبی برگزار شد، اولین نشستی بود که بعد از حضور وبیناری جناب آقای دکتر رئیسی که سال گذشته انجام شد، برای اولین بار از وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و چند کشور دیگر دعوت به عمل آمد. وزیر امور خارجه ایران در نشست دوستان بریکس این کشور را شریکی مطمئن برای گروه خواند که می تواند در مشارکت برای ایجاد نظمی عادلانه در جهان شریکی مهم باشد. طبعا ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیک و ظرفیت‌های بالایی که داره در چارچوب وضعیت و شرایط اعضای اصلی بریکس مورد توجه جدی قرار داره. در حاشیه نشست بریکس حسین امیر عبداللهیان با برخی از وزرای خارجه کشورهای شرکت کننده دیدار کرد. از جمله دیدارهای من در حوزه سیاست همسایگی دولت جناب آقای دکتر رئیسی، دیدار و گفتگوهای نزدیک، صمیمانه و روبه جلو با وزرای خارجه امارات و عربستان سعودی بود. وزیر امور خارجه در دیدار با همتای اماراتی خود ثبات و امنیت در خلیج فارس را مسئولیت مشترک کشورهای منطقه دانست. شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان هم بر لزوم ارتقای مناسبات دو جانبه تاکید کرد. وزرای خارجه ایران و عربستان در دیداری دو جانبه از پیشرفت‌های اخیر در روابط دو کشور استقبال کردند. امیر عبداللهیان سفر پیش روی همتای سعودی خود به تهران را فرصتی برای تقویت روابط دانست. وزیر امور خارجه ایران همچنین با همتای روس خود
در حاشیه نشست دوستان بریکس دیدار کرد. دیدار با وزرای خارجه هند، برزیل و کمر هم بخش دیگری از برنامه‌های امیر عبداللهیان در دومین روز سفر به آفریقای جنوبی بود. دیدارهایی که مسائل دو جانبه و بین‌المللی با تأکید بر لزوم توسعه چندجانبه‌گرایی در دستور کار قرار داشت. خب این توییت هم در عرصه زبان دیپلماسی ایران ببینیم، بعد میریم سراغ یه موضوع داغ دیگه در مورد اون جماعت. آقای کنعانی نوشته که چرخ زمان به نفع آمریکا و اسرائیل نمیچرخه. سخنگوی وزارت امور خارجه در توییتر نوشته کشوری که دهه‌ها یک جانبه گرایی را دنبال و چند جانبه گرایی را تضعیف کرد و با سوء استفاده از حق وتو در حمایت از رژیم آپارتاید صهیونیستی اعتبار سازمان ملل را تضعیف کرد، از رأی اعضای این سازمان به ایران برای تصدی برخی مناصب در UN عصبانی است. چرخ زمان به نفع آمریکا و اسرائیل نمیچرخه. بله دوستان، به نظرم از این بهتر و شفافتر نمیشد یه سری چیزا رو به بعضی ها یادآوری و گوشزد کرد؟ خب همونطور که همه میدونیم بعد از سرنگونی صدام کسی به عضویت جدید منافقین در نیامد. سران منافقین اما این رو قبول ندارن. این روزها و بعد از نارامی‌های چند وقت پیش تو کشور، فعالیت‌های مجازی که این گروهک‌ها خیلی زیاد شده و با حمله مجازی به آکانت مخالفشون و حتی حملات حضوری به دیگر تجزیه طلب‌ها، میخوام بگن که آقا ما خیلی زیادیم، خیلی پرشوریم. این ویدیو رو از پشت پرده آکانت‌های این گروهک وظیفه روزانه حمایت از توییت‌های مریم رجوی رو بر عهده دارن ببینین. کارم همون بوده، زمانی که در فرقه بودم ما هر نفر بسته به سطح سوادش یا تعداد زبان‌هایی که بلد بود یا میزان تسلطی که به علوم انفورماتیک یا کامپیوتر داشت، خب حساب‌های زیادی ما باز می‌کردیم. مثلا من خودم چند تا حساب عربی، انگلیسی، فارسی و همچنین حساب‌های جیمیل داشتیم که هر روز صبح دستور روزانه از قسمت سیاسی فرقه می اومد. من خودم هم 3 سال تو قسمت سیاسی فرقه بودم، تو اون دستور نوشود. مثلا ما با حساب‌های توییتری که داشتیم هر روز صبح مثلا بود اولین کاری که باید می‌کردیم توییت‌های خواهر مریم رو باید می‌رفتیم لایک می‌کردیم، ریتوییت می‌کردیم و کامنت مثبت می‌ذاشتیم. اونایی که انگلیسی بلد بودن تو حساب انگلیسی، عربی حتی فرانسه هم بود و همچنین حساب فارسی. یه لیستی وجود داشت هر روز صبح که داده میشد کنگرسمن ها یا مثلا همین لابی آیپک اون نفراتشون، اگر مقاله علیه ایران داشتن، علیه حکومت یا هر چی که بود، ما باید همگی میرفتیم و با اون جیمیل هایی که درست کرده بودیم، با اون تلفنی که بهمون داده شده بود، میرفتیم کامنت های مثبت میذاشیم. اگر که نه کسی مثلا از اصلاحات در ایران دفاع کرده بود، مثلا تریتا فارسی یا امثال اون، ما دیگه باید میرفتیم اونجا بود به جد و آباد این نفر فوش میدادیم و کامنت منفی میذاشیم. آیا بذارین وقتمون خیلی کمه، اجازه بدید جواب اون سوال رو هم بگیریم. آیا بین قشر جوان هم طرفداری داره یا اون چه که میبینیم بیشتر همون کسانی هستن که در طول مثلا در دهه 60 پیوستن به گروه؟ در داخل ایران؟ نه، در کمپ تیرانا. در کمپ که دیگه جوونی نمون دیگه، جووناش ما بودیم که 40 سال که اکثرا از اون کمپ رو ترک کردن دیگه. یعنی شما اگر نگاه بکنید کس جدیدی هم نمیپیونده. نه، از موقعی که من رفتم به بعد از سرنگونی صدام حسین در سال 82-2003 دیگه کسی نیومد. به اون صورت همونایی هم که اومده بودن همه جدا شدن. حتی بچه های خود اینا بچه های خودشون رو نتونستن نگه دارن. خود محمد رجبی الان کجاست؟ پسر عباس داوری کجاست؟ پسر احمد واقف کجاست؟ همه شو خدا میتونستن بچه هاشون رو نتونستن نگه دارن. اینا بچه هاشون اینا رو قبول نداشتن. اینو همینجا گذاشتم واسه اون جماعتی که دارن تمام تلاششون رو میکنن که بگن آقا ایران ضعیف شده، ما خیلی زیادیم و خیلی فعالیم و از اینجور حرفا. تو این روزا تو فضای مجازی مخصوصا توییتر کم نیستن، اما این در حالیه که حقیقت کاملا برعکس پست و کامنت های دوزاری و خودتحقیرانه این هاست. این ویدیو رو ببینین. حالیم که الحمدلله امروز کشورهای منطقه به این نقطه رسیدن خودشون که اگر قرار هست امنیتی در منطقه برقرار باشه، حتما با این همافزایی و در کنار همدیگه قرار گرفتن قابل انجام و برقراری است. خب قطعا ائتلاف‌های جدیدی در حال شکل گیری است، چه منطقه‌ای چه فرامنطقه‌ای. ما یک ائتلاف 3 جانبه داشتیم که اون هم در حال گسترشه، ایران، روسیه و چین، که به طور سالیانه رزمایش‌هایی رو برگزار می‌کنیم.
و این داره توسعه پیدا میکنه. ائتلاف‌های منطقه‌ای هم به حمدالله داره شکل میگیره و به زودی شاهد اون خواهیم بود که منطقه عاری از هر گونه نیروی غیر موجه باشه و مردم منطقه با استفاده از سربازای خودشون مسلط باشن بر حوزه امنیتیشون. شخصا کشورها تقاضا دارن که این اقدام اشتراک صورت بگیره. ما خب با عمان که اقدام اشتراکی داشتیم، الان عربستان این به اصطلاح هدف گذاری رو انجام داده، ورود کرده، امارات همینطور، قطر همینطور، بحرین همینطور، عراق همینطور، پاکستان خب از قبل ما ارتباط داشتیم، هند همینجور، تقریبا میشه گفت تمام کشورهایی که در حوزه شمال اقیانوس هند هستن به این باور رسیدن که باید بیان در کنار جمهوری اسلامی ایران قرار بگیرن و با همدیگه مشترکن با یک همافزایی خیلی قابل توجه انشالله امنیت رو برقرار. اینو بذارین رو موضوعاتی که اول ویدیو خدمتتون عرض کردم. اما حالا با در انتهای این ویدیو بریم سراغ گزارش شبکه کان رژیم صهیونیستی در مورد آخرین جزئیات پرونده ترور اسرارآمیز افسر موساد، افسری که به گفته این رسانه مأمور و معذور مبارزه با پهپادهای ایرانی بوده. در ایتالیا کماکان جزئیات بیشتری درباره فاجعه نیروهای اطلاعاتی انتشار می‌یابد، واژگونی قایقی که در آن یکی از نیروهای سابق موساد کشته شد، خبرنگار ما و اطلاعاتی که می‌شود منتشر کرد. این اطلاعاتی است که رسانه‌های آنجا منتشر کردند و ما می‌تونیم منتشرش کنیم. ببین، امروز گمانه‌زنی‌های رسانه‌ها منتشر شده، نه اطلاعات از مقامات امنیتی و نظیر آن. پس اینها گمانه‌زنی‌اند و ما می‌خوایم این اجزا رو کنار هم دیگه بذاریم. حتی اگه اطلاعات از منابع مستقیم هم وجود داشت، بعید می‌دونم که به دست ما می‌رسید. اما در منطقه ماجیوره، همان منطقه‌ای که کشتی در آن غرق شد، الیگارش‌های روس زیادی زندگی می‌کنند و این زن وجود داره که آن افسران اسرائیلی و ایتالیایی در تعقیب آنها بودند. چرا؟ دلیلش اساساً به ایرانی‌ها مربوطه و در ایتالیا و مخصوصاً در این منطقه شرکت‌های بسیاری وجود دارند که برای صنایع تسلیحاتی قطعه تولید می‌کنند. همچنین شرکت‌هایی که قطعاتی می‌سازند که داخل پهپادهای ایرانی وجود دارند که روس‌ها در اوکراین ازش استفاده می‌کنند. شرکت‌های ایتالیایی که دقیقاً شرکت‌های ایتالیایی که قطعات غیر نظامی تولید می‌کنند که در پهپادهای ایرانی مورد استفاده در اوکراین وجود داره. بنابراین طبق این ارزیابی، آن افسرها در تعقیب آن الیگارش‌های روسی بودند. گزارش هم وجود داره که یکی از آنها اخیراً ناپدید شده. اما به هر حال این گمانه‌زنی است و پرونده تحقیقات در حال بسته شدنه. من احساس می‌کنم در این ماجرا هیچ وقت همه چیز را نخواهیم دانست. خیلی ممنون و متشکرم که تا انتها با ما همراه بودین. لطفاً لایک و سابسکرایب ها رو فراموش نکنین دوستان عزیز و سعی کنین این ویدیو رو واسه دوستاتون هم بفرستینش. تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشید.